سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ مریله باسینی افغانستان د سولې پروسې برخلیک لا هم ناڅرګند دواړه لوري ماشه په لاس د یو بل پر وړاندې جګړې ته شدت ورکوي او یو بل ته ګوتڅنډنې او خبرداری هم ورکوي په داسې حال کې چې ډېر لرې نه ده د افغانستان دا ډول یو تاریخ ورته حالات چې افغانستان یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته کېوت او بهرني لښکرې چې په 1988 کال کې له افغانستانه په وتو شوې په کور دننه یو بله نزاع ګډه شوه او په پایله کې یې ګڼ افغانان له تیغه تیر شول ووژل شول کورونه یې بې ځایه شول میلیونونه کډوال شول او ګڼې نورې بدبختۍ آیا افغانان له تاریخ څه زده کوي که یې نه زده کوي په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان چې د مذاکراتو له میزه یې ظاهرا ډېر واټن اخیستی دی او له دې پروسې کوم پرمختګ هم نه تر سترګو کېږي په ورته حالت کې د امریکا متحده ایالات داسې ښکاري لکه له افغانستانه چې یوازې خپلې پښې سپکه کوي او په خپل ځان د یوې وړو د پز په تپلو سره د سپتمبر تر پایه د سولې پروسې نغارې غږوي خو په عمل کې لا هم د ملي اجماع سیمه ایز اجماع او نړیوال اجماع نشتون هغه څه دي چې باورونه دادی د افغانستان د کورنۍ جګړې د زیاتېدو لامل بلل کېږي هره ورځ که د طالبانو په لیکو کې دی که د افغان امنیتي ځواکونه او که ملکیان وژل کېږي او دغه تلفات په افغان لوري کې په داسې حال کې دوام پیدا کوي چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا د سولې زمزمې تودیدي وایي ملاتړ یې کوو نو بیا هغه نیابتي جګړه چې په افغانستان کې له ډېرې مودې په حکله زمزمې کېږي دا څوک کوي په دې ټولو مواردو تم کېږو د وروستیو مواردو په توګه طالبانو په یوویشتو ولایتونو کې جګړې ته شدت ورکړی دی او په څلېرویشت ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو سره په څو ولسوالیو او کلیو بانډو کې جګړه کړې تر ټولو مهمه بغلان او غزنی دي چې ویل کېږي په کې ګڼ سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې طالبان هم او دا شیبه هم جګړه دوام لري په دې هکله تم کېږو په بحث کې راسره دا شیبه پر لیکه له لنډنه د سیاسي چارو تحلیلګر او د پوهنتون استاد حامد علمي له پلازمېنې کابل هم د حزب اسلامي د مشرتابه شورا غړی فضل هادي وزین دواړو ته ډېر ښه راغلاست ویم ډېره زیاته منه کوو چې زموږ بلنه منلې ده ښاغلی وزین بحث به له تاسو سره پیل کړو لکه هغه ډول چې تاسې ګورئ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخلي په یوویشت ولایتونو کې عملا جګړه د ځینو سیمو سقوط د طالبانو په لاس او په ځینو سیمو کې بیا د افغان ځواکونو پرمختګ دغه وضعیت او هغه خواته د سولې زمزمې چې په هکله یې له دریو کالو شاوخوا مودې راهیسې ګرمې اوازې هم خپرې شوي دي ستاسو په نظر څنګه انډول کېدی شي تاسو په ټوله کې دا وضعیت څنګه قیاس کوئ صلی الله علیه وسلم تاسو ته محترم علمی صاحب ته تاسو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم څنګه تاسو په راپورت کې مقدمه کې دا خبره راغله چې متاسفانه جګړه په افغانستان کې شدت موندلې دي او مختلف ولایتونو نه داسې راپورونه راځي چې هلته جګړه په شدت سره روانه ده نو دا زه چې ګورم دا یو یعنی دا طبیعي نتیجه ده د سولې د مذاکراتو د ځنډ او خنډ په نتیجه ده یعنی کله چې په مونږ دوه اپشنونه دریم نه لرو یا به سولې خواته ځو یا به جنګ خواته که چېرته د سولې مذاکرات نه وي سولې دپاره ګړندۍ هسې نه وي او د سولې دپاره جدي اراده اپشن چې پاتې کېږي هماغه جنګ ده او جګړه ده چې اوس یې مونږ ګورو کله منصفانه د دوحې مذاکرات هغه زن سره مخامخ شو خن سره مخامخ شو هغه کامیاب نه شو متاسفانه د دوحې مذاکرات نو اوس د هغه په نتیجه کې اوس هم مذاکرات نه دي پیل شوي اوس هم معلوم نه ده چې د استانبول مذاکرات پیل کېږي که نه پیل کېږي خو نتیجه یې دا ده چې اوس جګړه شدت موندلې دي که اوس د مذاکرات نور مزید زن شي نو زه دا ګورم چې واقعا نور به جګړه شدت مومي او تلفات به زیاتېږي او خلق نور کړهونه سره مشکلات سره مخامخ کېږي ډیر زیاته ونه کو جناب وزین صاحب فکر کوم تاسو په موټر کې د حرکت په حال کې اسئ او دا یو کافی نوې تجربه ده چې په خبرونه کې راسره په واصل یاستئ او په روان موټر کې بحث کوئ په هر حالت ستاسو خبرې مهمې دي هر هغه ډول چې تاسو راحت یاستئ مشکل نه ده متاسفانه زه چې چېرته رسېدلم لاربندۍ د وجې نه ونه رسېدم
نو زه خپل ځای ته ونرسې ته مجبور شم چې اوس د موټر نه تاسو سره خبر پروا نه کوي. کور مودان وزین سپار الله چې را سره یاسي. آقای علمی اگر مشخص صحبت بکنیم، بازی اتهام بندی ها میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه پیدا میکنه، تقریبا میز مذاکره خالی مانده، هر دو طرف تیم های مذاکراتی که در دوحه هستند هم چیز خاصی در این روزها به رسانه ها نمیگن و نه هم از پیشرفت خبر شنیده میشه، در کل مسئول کی است از وضعیت امروز؟ چرا ما به جای صلح و مذاکره بیشتر میبینیم هر دو طرف تمایل بیشتر به جنگ دارن؟ حالا در 21 ولایت همزمان جنگ جریان داره، از بغلان گرفته تا غزنی، تلفات و همچنان سقوط بعضی از مناطق ولسوالی ها چیزهایی است که سرخط خبرها شده. دیدگاه شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و جناب وزین صد و بینندگان شما. خب این موضوع رو میتونیم از چند بود و بررسی بگیریم. اول نفس امیر حالات همتون میباشه که زمان مذاکرات جیان پیدا میکنه یا مذاکرات میخواه آغاز شوه، نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها هم طرفین کوشش میکنن که دستاوردهای نظامی داشته باشن تا به اساس از رو بتانن در موقف بهتر قرار بگیرن، که هر دو طرف هم حکومت و هم طالبان و مخالفین هم از این تکتیک استفاده میکنن. یک موضوعی است که همیشه بوده. دو مسئله دیگه یک میتونیم بررسی بگیریم ایست که طرفین به آمدن صلح کدام الزام ندارن یا کدام تمکین نمیدارن، صلح دقیق صلح نمیخواین و میخواین که از این حالات تمام پیدا کنن. یک احتمال ضعیف دیگه هم است، اگرچه نمیتونیم به توری توطئه توسط کنیم، ولی خب اگر توطئه در کار باشه که نمیگذارن خارجی از افغانستان براید، بنابراین بعض حلقات داخلی خارجی هم داشته باشه که بخواهید تا خارجی بیشتر در افغانستان باشن و او یک تمام مفاد سیاسی، مفاد نظامی، اقتصادی شد را پورا میکنه. با در نظر داشتیم شما مسئله دوحه رو یاد کردیم، فکر میکنم ما منتظر شنیدن گفتهای تازی از دوحه نباید باشه، بخاطر که دوحه تقریبا برنامهش تمام شد. اونها طالبان با ایالات متحده امریکا در تفاهم هستن، با صحبت هستن و تلاششان خاطی بود که باقی زندانیانی که در حکومت هست به اثر فشار ایالات متحده امریکا او زندانیان خاص زمانی که کار شد میمانه مسئله خروج قوات‌های خارجی، قوات‌های ناتو امریکا تو اقتمای سپتمبر اگر منشی دیگه دوها بستا فایل دوها بسته میشن. بنابراین یک شرایط از فعلا که ولی از یک نگاه نکات مثبت هم دیده میشه. اون نکات مثبت عبارت از عبور خط سرخ حکومت است، عبور خط سرخ ارگ است که شما صحبت های جارما رئیس جمهور شدیدین که به حکومت مشارکتی، حکومت انتخابات زود مدت تحرگام و یا حکومت یک نوع انتخابات نوعی جرگی چیزی در این اشارات داشته که یک نوع خوشبینی را از یک طرف موجود آورده. حالا در کل چیزی که دیده میشه، شما اشاره داشتین به تیم های مذاکراتی در دوحه، هر دو طرف فقط منتظر یک چیزی است که بسیاری ها نمیدانند. حالا واقعا منتظر کدام مورد است یا معجزه؟ از سوی هم مذاکرات و مسائلی که باید در میز مذاکره مطرح می شد، رئیس جمهور غنی در یک مقاله نوشته می کنه و طالبان در میدان نبرد فقط زور آزمایی می کنه و هر دو طرف تقریبا در این وضعیت است. در میان تلفات ملکی هم گزارش داده میشه که از ولسوالی ناوه جدیدا اتفاق افتاده و یک بار دیگر متاسفانه ملکی ها قربانی این جنگ ها شده. آیا ما باید مذاکرات میان افغان ها را مرده شمار بکنیم؟ نه خیر، نمیتونیم، به خاطر که هنوزم درها باز است، درهای مذاکره باز است. میایم سر مقاله که دکتر شفایی نشسته بود تمکین کنیم. نکات مثبت در مقاله وجود داره، یک نوع چرخشی من دیدم میشه اون مقاله که از موضع‌گیری قبلی کم عقب نشینی کردن یا بهترین بهش بگیم چرخش کردن و یا درهای دیگه باز کردن. یک مقاله نکات مثبت داره.
میایم سر مسئله دیگه که گویا طالبا چی میخواهد، چون عملیات نظامی شدت گرفته در تاریخ شما زکر در 21 ولایت به ولایت که شما نام بردیم دقیقا چون باید می بود تصور موشونی می بود که فقط منتظر خط رمضان و متاسفانه بعد از خط رمضان یه عملیات نظامی یا تحرکات نظامی بیشتر خود شد. ما یک پیشبین باید باشیم، متاسفانه بد باید باشیم. خب منتظرش چی هستن؟ هر جناح پیشخ تخمین ها و عوامل و تبعات دارن که بسید رو حساب میکنن. خب گزینه هایی هست که بسید حساب میکنن و او رو طبعا بازی از گزینه ها بازی از استراتژی ها میتونه باشن نام بدم، منتظر فرصت و منتظر زمان باید باشن، خصوصا در این زمانه که نیروهای خارجی هنوز متزلزل هستن، ایالات متحده آمریکا هنوز متزلزل است. دیروز شما سخنگوی وزارت دفاع امریکا پنتاگون شنیدین که گویا عملیات از راه دور رهبری میتونه شود، یا عملیات به نحوه در عملیات خودشان علیه تروریسم در افغانستان صحیح می باشن و این عملیات ضرور نیست که توسط عساکر داخل افغانستان پالیگاه هایشون در افغانستان می باشن صورت بگیره، یا در از یک سر یک کشتی که در روشی از آبهای خلیج فارس برهن کار. این مسئله جالب است که نوسته که یعنی امریکا یک نوع کشتار یا ارائه خبرداری و شرکای جنگی خواهد دشمنان منطقی خواهد صادر کرده که یک پیام داده که خب هنوز ما هستیم و این عملیات هر زمان میتونید پیش بود. حالا مشخصتر جناب علمی صاحب، کیها در یک موقف صلح قرار داره؟ آیا هر دو ای روحیه را داره؟ آیا یک طرف مشخص است که بیشتر تمایل به صلح داره یا یک وضعیت دیگر؟ حالا چیزی که دیده میشه جنگ است و افزایش جنگ، گاهی ما میبینیم حملات هوایی، گاهی هم میبینیم حملات بالای پوسته ها و مراکز نظامی و ولسوالی ها و قریجات افغانستان که از سوی طالبان نیز صورت میگیره. پس اساسا آیا هر دو فقط در واژه میگه که رای نظامی برای حل قضیه افغانستان وجود نداره، یا واقعا یک مجبوریت دیگری وجود داره؟ آقای عباس، این سوال شما بسیار دقیق و بسیار قوی سوال است. خب میتونیم بازم از دو بود در نظر بگیریم. اول بود منفیش که بگیم هیچ کس نمیخواه صلح شد، یگانه جنایی که میخواه صلح شد مردم بیچاره افغانستان است که هر روز تهیب میدن. حکومت بخاطر بقای خود نمیخواه که صلح کنه، طالبان بخاطر امتیاز و بخاطر مسائل مادی و اقتصادی در نظر بگیریم، یک منفعت بزرگ اقتصادی از جنگ میبرن و از نگاه جنگ چینی خب در موقف برد قرار دارند، در موقف باخت قرار دارند، بخاطر یک پایگاه عمله میکنند، بعد مصالح ساخت را مصرف میکنند و میای عمله میکنند، پس دوباره پایگاه را میگیرند و چهار پنج نفر کشتن میتن فشار خود را مسئول کنند. ولی از یک طرف دیگر کی صلح میخواهی را میتونیم بررسی کنیم. خب حالا یک ذهنیت عامه، چی ذهنیت داخل افغانستان است، چی گناههای مختلف داخل افغانستان است و چی دوستان ما منطقوی خارج و بین‌المللی ما، همه یک سر بخواهد. چرا میخواهد سر؟ به خاطر طرفین به این معتقد شدن که رای حل نظامی وجود ندارد. اگر ما تصور کنیم که گویا طالبان میتونن کابل است بگن زمانی که مثلا در سال 1371 کابل سقوط کرد و حکومت آقای نجیب الله سقوط کرد، یعنی یک نوع از امکانات بعید به نظر میرسه، به خاطر میبینید که نیروهای دفاعی ما قهرمانانه بسیار شجاعانه دفاع میکنن و تقریبا ولایت های ولسوالی ها مناطق دست به دست میشه، یعنی یک نوع حاکمیت کلی رو نمیتونن تثبیت کنن. مسئله دیگه این طرف و حکومت هم میبینه که در موقف قرار داره که میتونه ضربه زده، نیروهای ما مجهزتر میشن، نیروها تجربهشون زیادتر میشن، نیروها سوق ادارش بهتر میشه، در این مشکل یک روند داره میگیره. بنابراین هر دو طرف به این نتیجه باید رسیده باشن و جمع شرکای جهانی و شرکای منطقه و همسایگان ما که دیروزی نظامی مشکل است، بنابراین بیاییم و دیروزی سیاسی یا بازی برد برد انجام بدیم که در بازی برد برد
مفادشان هم سپاس جناب علمی صاحب. وزین صاحب فکر کوي چې دواړه لور یو ډول ماشا پلاس او پدیم مفکوره چې مثلا د کابل فکر دا وی چې ضرور نه ده چې تاریخ تکرار شي، موږ که د ډاکټر نجیب د وخت زموږ قوتونه ضعیف شي، وسلال مخالفین د نظامی حل لارې مخکې شي، موږ کولی شو هغوی ووهو، وټکو، وی ځپو، ضعیفیې کوو، بیا که احتمالا سوله هم کېږي نو بیا به مو لاس بري، بیا به طالبان کم فیصدي او د دوی امتیازات به کمي او نور مسل. دا ډول یو فکر. برعکس طالبان بیا په دې فکر کې چې ناټو مو وهل، امریکا تاسو څوک یاستئ، خو په تاسو خو ډېر زر درځو، کابل به هم ونیسو. فکر نه کوي دغه ډول یو وضعیت حاکم دی. لا هم دواړه لوري د جګړې نغارې غږوي او داسې فکر کوي چې موږ به په جنګ وګټو. متاسفانه زمونږ د افغانانو همدغه مشکل ده چې کله چې زمونږ په قوت کې یو څه قوت راسره شته نو موږ دا ګمان کوو چې د هر شی مالک مونږ یو او څنګه چې وغواړو هماغسې کوو. مقابل لوري باید زمونږ طرحې، خبرې او شروط ومني. خو بیا چې کله حالات فرصتونه له لاسه ځي، حالات بدلېږي او هغه طرف چې مخکې ده د خبرو اترو ردوله، تنازل نه کوله، انتفاضری نه خودله، هماغه بیا اړ کېږي دې ته چې انعطاف وښیي، تنازل وکړي، بیا به فرصتونه تېرېږي او دا چانس به تللی. متاسفانه دا تجربه کله چې د مجاهدینو د بریا په درشل کې و، د نجیب حکومت سقوط حالت کې و، سقوط وکړه، په هغه وخت کې متاسفانه دغه دریز و. دغه چې کوم اطراف ځان غوښتلې ګڼله، په هغه وخت کې دوی تنازل نه کوله، انعطاف نه خودله، او همدغه حالت. بیا چې د مجاهدینو تر منځ خپلمنځي جګړې شروع شي، دغه وخت کې تقریبا همدغه حالت و. د هر طرف دا ګمان کوله چې زه په نظامي زور او ځواک سره ته کولی شم دا مشکل ختم کوم او بریا ترلاسه کوم او یا حداقل زیات امتیازات واخلم، چې نتیجه دا و چې هغه ونه شو. بیا چې تاسو دې خبرې سره موافق یاستئ، دې جګړې ته څه نوم ورکوئ؟ ما کله تکمیل کوم خپله خبره بخانه غواړم. بیا تاسو بیا کله چې مجاهدینو طالبان جنگ بودی حکومت، بیا هماغه خبره و. نو عرض داده چې تقریبا موږ یو ځل بیا هماغه تاریخ، هماغه حالت تکرارېږي. یا حکومت دې کوشش کوي چې خپل اقتدار دپاره چې کوم وسله لري، قوت لري، زور لري، هغه وکاروي. او ګمان کوي چې زه په دې جګړې ته په تشدید سره زه کولی شم چې اقتدار کې پاتې شم او امتیاز ترلاسه کړم. متاسف مقابل لوري طالبان هم دا ګمان کوي چې مونږ په یو برلاسې حالت کې یو، حداقل امریکایانو سره مونږ تړون امضا کړی، هغوی مونږ منل شوي یو، نو هغه دوی ګمان کوي هغوی هم تنازل تیار نه دي. په دې نتیجه دا ده چې جنګ شدیدېږي او شدید شوی دی، فعلا تشدید حالت ته ځو، تلفات زیاتېږي. دا جنګ ته څه نوم ورکوئ وزین صاحب؟ دا زه داسې ګمان کوم دا یو بې مفهوم جنګ ده. متاسفانه کېدای شي دا خبره زما ښه ونه جنګ همیشه ښایي ډېر بې معنا او پوچ اوسي، کار ډول چې تاسې خو دې جنګ ته تاسو څه نوم ورکوئ؟ دا جهاد دی، دا کورنۍ جګړه ده، دا نیابتي جګړه ده، دا د استخباراتو یو نوې لوبه ده. افغانستان ځینې قدرتونه غواړي په داسې یو دالیز بدل کړي چې دلته په سیمه کې مهم هیوادونه وځوروي وروسته. دا په مختلف فقط دکه داتي دغه جګړه ته موږ یو نوم نشو ورکولی. زما په اندا مختلفو عملونو عوامل هغه ده. دلته استخباراتي قدرتونه هم لاس لري، دوی غواړي ځینې قدرتونه دا تلاش کوي چې دا جګړه نور هم استمرار ومومي. ځینې خلک دا دي چې د طالبان داسې حالت ته برابر کړي چې هغوی د هغوی ځواک همداسې متلاشي شي، یو فرسایشي اوږد جنګ په نتیجه کې هغوی دا ځواک دا لاسته ورکړي. ځینې خلک دا په دې اند دي چې دا حکومت، دا سیستم، نظام چې کوم د دولت دا 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 نسکور شي، دا نظام ختم شي، بیا به افغانستان ملک طایفي حالت ته لاړ شي. دا خو تقریبا د بهرنیانو د استخباراتي جهاتونو دا خواست دی او د غوښتنه ده. خو اوس موږ ته دا پکار ده، افغانانو ته دا پکار ده، طالبانو ته دا پکار ده، حکومت ته دا پکار ده چې د دغسې یو فرسایشي جنګ چې د هغه نتایج مخکې د مخکې نه معلوم ده او په هغه ګټونکي نه لري، په هغه چې ګټونکي هم هغه بایلونکي دي، هغه یعنی په داخلي جنګ کې یک سو کم ګټونکي نه دي، دا ټول پکې بایلونکي دي. او په سوله کې طالبانو سره وزین صاحب، طالبانو سره موږ خپله غږېدلي یو، هغوی هم دا وایي چې په نظامي لارو کې هیڅوک ګټونکی نه ده. خو جنګ ګورو یویشت ولایتونو کې په یو وخت، کله چې دولتي او حکومتي مسؤلینو سره غږېږو وایي چې جنګ خو د حل لاره نه ده، بالکل مذاکره باید وشي. عمل کې اوس جنګ کوي، مذاکره په ټپه درېدلې ده.
نو فکر کوئی چې لمسون بهرانه د دوړو خواته شاته آیا دا هغه نیابتي جنگ ده چې لیوی حکومت له بلې خوا طالبان وسیله ګرځي خپو هیږي چې نظامی لار نشته خو بیا هم هر ورځ دی بل وژني هر ورځ افغانان وژني او پام دې ډول د امر کوي څوک لمسوي دا دوړه ګوره خو لمسونه اوس مونږ دا معقوله نه ده چې مونږ خارجیان په دې کې پړه هغوی باندې واچوو ملامت خارجیان ټول ملامتي خارجیانو باندې واچوو د هغوی خپل اجندې دي اهداف بهداف دي پروګرامونه دي افغانستان دپاره خپل منافع دي اوس اصلي ملامتي افغانانو باندې راګرځي جناب یاسین صاحب اصل خبره دا ده چې افغانانو ته پکار ده دا د دواړو اړخونو د اراده د سولې په هکله سوال لاندې راوړي یعنې تاسو یو دوی په دې پوهیږي چې په دې اظهار کې اعتراف کوي چې دا جنګ من بس تر رسیدل یو د نظامی حل نه لري نو بیا خدا په کار ته چې د خپل اراده سولې لپاره وخی یو اراده په دې حالت کې کیږي چې یعنی یوازې د اقتدار لپاره جګړه ده بله د اقتدار او د واک جګړه ده نه اوس تاسو دا نو خدا یقینا خبره ده چې یو جهت غواړي چې خپل واک خپل ځان په واک کې وساتي پس نو کچره د اقتدار جګړه ده نو په واقعیت کې دواړه لوري دې نتیجې ته نه دي رسیدلي او دا رښتیا نه مني چې نظامی حل لاره نشته دوی فکر کوي نظامی حل لاره شته اوس ګوره که دا دوی نظامی حل به دا فرضاً دا تاسو تاسو کوي چې د حکومت د طالبانو نه مناطق ونیسي که نه خو بیا دا کار فرده بیا دن به نیسي سبا د طالبان بېرته راګرځي او دا مناطق بېرته اخلي که طالبان نه ګمان کوي چې دا ولایتونه کابل دوی نیولی شي په زور بیا به داسې چې بیا به حالت داسې چې بیا به جنګي بیا ټول هغه قوتونه چې د طالبانو مخالف دي د هغوی سره مخالفت لري بیا دا ټول یو چتر لاندې یا مختلف چترونو لاندې راټولېږي او طالب په مقابل کې جنګ کوي نو نتیجه دا ده چې دا جنګ د کر و فر ده که نن تا مخکې شي هغه بیا وروسته ډېره زیاتونه وزین صاحب عین مسله به شریکه کړو علمي صاحب سره آقای علمی از دید شما نراتیو و روایت کابل چگونه است آیا واقعا کابل در تلاش صلح بوده است و آیا اکنون گرچه رئیس جمهور غنی در مقاله خود طور که شما گفتین و بسیاری ها با ای باور است بسیاری از مسائل مثبت را مطرح میکنه که میتونه با پروسه صلح و یک تفاهم و در نهایت توافق سیاسی کمک بکنه ولی در این حالت در عمل چیزهایی که دیده میشه چقدر با مقاله اخیر رئیس جمهور و دیدگاهی که مطرح میکنن شباهت داره نزدیکیت داره و در این حالت آیا این روایت واقعاً بدون با در نظر داشته صلح میتونه یک نتیجه بده یا نه مشکل اصلی در روایت ها و عمل های کابل است مشکل عمده در روایت و عمل ارگ است که اگر میخواست ارگ بخواید که نحوه با مخالفین کرار بیاید رای بهتر و آسانتری بود که اول با مخالفین داخل حکومت کنار بیاید یک عامل بسیار مثبت یا یک چراغ سبز برای دنیا و مردم افغانستان که واقعا ارگ از موضوعی قبلی خود عدول کرده گذشته و میخواهد یک بحث تازی را بیاد شما ما همیشه مثال میتونم و که ببینید آمدن حزب اسلامی در 3 سال قبل به کابل یک برنامه یا یک مانور بسیار مهم اگر این برنامه موفق میشد مطلقا بالای روان مردم تاثیر داشت متاسفانه موفق نشد با دیدیم که با مقابل با حزب اسلامی با هر مسئله ای که داره چی نوع یک نوع گفته یک چلند میشه برخورد میشه که قابل قبول برای سایر جناها نیست ولی که مخالف هر دو جناح هم باشه ولی میگن خب یک از مخالفین کامل اسلحه ما شما به او چی کرد یک مثلا دو در مقابل احزاب سیاسی که اسلحه را گذاشتن در حکومت آمدن با در قوام یافتن حکومت سهم گرفتن به تشکیل اردو ملی پلیس ملی همکاری کردن با او یک نوع برخورد سلیقه‌ای و دوگانه میشه که هر نوع گفته ها را تحت شعاع این مثلا فراموش نکنیم میاییم سر مسئله که خب هر چرا این کار باید بکنه خب چرا اگر تو از دوی از بید شما از دید سیاسی و نظامی بررسی کردیم ولی مسئله اقتصادی هم فراموش نکنیم که در مسئله افغانستان اما تو میگم که جنگ یکان بار جنگ اقتصاد مافیایی میسازه این مسئله شما در افغانستان ببینید که از این اقتصاد مافیایی طرفین سود میبرن البته طرفین منظور رده های خط اول نیست بلکه رده های بالایی است که از این سود میبرن و به نحو میخواین جنگ ادامه بدن ما
مسئله دیگه فراموش نکنیم آقای عباسی، آقای وزیر، که جنگ زمانی که صورت میگیره یک نوع پیچیدگی و گریه خوردگی به وجود میاره که باز کردن و گریه یا رهایی یافتن از کار آسان نیست. ابعاد مختلف پیدا میکنه، شاخ ها پیدا میکنه، شاخ ها پیدا میکنه، عوامل پیدا میکنه، افراد پیدا میکنه، بالاخره مفادات و منافع مختلف رو گریه میخوره. در این حالت آقای علمی، اگر از بود طالبان هم دیده شود، طالبان زمانی که در 21 ولایت همزمان جنگ جریان داره و ادعای طالبان قبل از این بود که ایخو قوای امنیتی افغانستان است که ما را مورد حمله قرار میتگنه، ما در وضعیت کاهش خشونت قرار داریم، خصوصا بعد از 29 فوریه 2020 که حالا بیش از یک سال میگذر از آن، و این روایت میکرد طالبان. ولی حالا دیدمش که طالبان عملا بالای پوست ها حمله میکنه، بالای جاهای دیگه نظامی حمله میکنه و یک بار دیگر زور آزمایی میکنه و از سوی هم دولت افغانستان که شما در موردشان نظرات خود را داده، طالبان واقعا چه میخوای؟ یعنی میخوای از طریق نظامی وارد کابل شوند و فکر میکنن که ما اگر نیتو را شکست دادیم، ما اگر امریکا را شکست دادیم، با باور و زعم طالبان البته در بخش نظامیشان و به این شکل میخواه ادام بتن و در نهایت بگه که خب ما 20 سال جنگیدیم، یکی دو سه سال دیگر هم میجنگیم. متاسفانه همین روایت و همین قرائت همیشه پیش ما وجود داشتم. طوری که جناب وزیر ذکر کرد، در زمان که ما در جهاد بودیم، خود خبرنگار دوران جهاد بودم، همین ذهنیت وجود داشت که میتونیم ما به پیروزی برسیم، پیروزی نظامی. و از طرف دیگه هر جنبه بشه، هر ارگان سازمان نظامی معتقد به پیروزی نظامی هست و باید هم باشه، به خاطر اینکه اونها روی افراد خود، روی سازمان خود، روی تشکیلات خود سرمایه گذاری کردن. و بحث نظامی قسم است، بحث نظامی و قسم بحث هر کمیشه نظامی ها باید با رفتن مورال، بلند بردن مورال افراد خود، چون حرفایی رو بزنن و چون حرفایی ذهنن خودشان به یه معتقد میشه. یک نفس روانی جنگ است که دوستان ما که در روانشناسی روانی جنگ سر کار دارن بیشتری تحلیل کرده بودن و میره حکم میکنه که بله، جنگ زمان جنگ به یک نوع فکر تبدیل میشه که در اون شما پیروزی دارن مطلقا شما فکر شما نتونه در جنگ افغانستان اگر یک دور بریم ما شما ببینیم تا مثال بسیار برجسته در تاریخ معاصر جنگ دوم جهانی تا زمانی که نیروهای روسی و آمریکایی در برلین رسیده بودن، هتلر فکر میکرد پیروز میشه. یک ذهنیت روان جنگ میسه، تبلیغات جنگ میسه. حالا در مورد درست برز مذرد جناب علمی صاحب، یک مورد مرتبط میخوایم بالاخره به یک نتیجه برسیم با در نظر داشت 4 دقیقه فرصتی که باقی مانده، 2 دقیقه از شما. اگر دیده شما مثلا یک برخورد عجیب جریان داره، ایالات متحده امریکا چون میخواست از افغانستان ظاهرا قوای خود را خارج بکنه و یک سیف اگزیت ورای مسئول ایجاد بکنه، مذاکرات را در دسامبر 2018 در دوحه با طالبان آغاز کردند و آن زمان با رئیس جمهور، زمانی که تماس از طرف واشنگتن گرفته شد، رئیس جمهور گفت که بسیار خوب است پیش برین. در نتیجه ما دیدیم که 1.5 سال بعدش یک توافق با وجود آمد و این توافق سیاسی هر دو طرف امریکا و طالبان یکی دیگر متهم کرده رفتن که نقض شده و معارضش رو روشن می کردن که در نتیجه به همه عینی جنجال ها باقی ماند و بایدن زمانی که آمد، حالا ما می بینیم که سپتامبر میگن ولی بعضی ها میگن جولای، به هر حالت قوای خارجی در بیرون رفتن است، یعنی در خروج است. ایالات متحده امریکا مراجعه کرد به طالبان و پاکستان، پاکستان مراجعه کرد به طالبان و بالاخره طالبان را به گفته خودشان به اقرار و اعتراف ایالات متحده آمریکا حاضر کردن به میز مذاکره. و زمانی که ما وارد شدیم و مذاکرات میان افغان ها، ما دیدیم که ایالات متحده آمریکا میره به پاکستان میگه که ما خود طالبان این چیزها را میخواییم. طالبان زمانی که مشوره میکنن میرن پاکستان مشوره میکنن به گفته خودشان با رهبرانشان. پاکستانی ها میره دوحه که ما با طالبان مشوره میکنیم. کابل گاهی با طالبان تماس میگیره، خطاب میکنه، گاهی اخطار میده، گاهی میگن بیاییم مذاکره بکنیم، اینی
یک راه حل است، یعنی تجویز است این کار بکنیم. گاهی پاکستان را دشمن خطاب میکنه، گاهی میگه پاکستان از طرف خود چراغای سبز نشان داده و توافقات استخباراتی حتی شما شنیدین شنیده شد. گاهی به ایالات متحده آمریکا مراجعه میکنه، گاهی منتظر میمونه در ایالاتی که ببینیم چی میشه. این وضعیت فکر میکنین که یک وضعیت منطقی است که ما مردم افغانستان را بگوییم که این پروسه صلح است، صلح در راست، پیشرفت‌ها صورت گرفته و آتش بس خواهد بود و یک توافق سیاسی، چگونه ارزیابی میکنیم موارد را؟ خب باز مسئلهش ناچاری است. حکومت چه کرده میتونه؟ شب یک بند دیگه در سوال شما اضافه کنم، گاهی با طیاره مخفی میره در چکلانه ملاقات میکنه. کلش یک نوع سردرگمی است که چیکار میتونه حکومت. از دید حکومت ما در نظر بگیریم، تلاشای خود جیجان تلاش کردن و آخرین حرفی که بسیار به جهان ثبوت داده رئیس جمهور مقاله نوشته کرد که یک نوع ثبوت بر جهانیان است. این حرفای مطبوعاتی و حرفای رسانه‌ای و حرفایی که در میدینگ ها و کانفرانس ها و بلاخره در گرد همایی گفتم یک طرف، ولی یک زمانی که شخص نوشته میکنه یک روزنامه مجلدی بسیار معتبر یک نوع سند به دنیا داد. به این خصوص تلاش کرده حکومت، آدم نمیتونه نامنکر باشه. ولی چیز مشکلی عمدی که از حکومت در داخل خود یک نوع پیچیدگی داره، یک نوع پیچیدگی داره که نمیتونه کنار بیاد. امروز بسیار خوب میشن اگر رهبران سیاسی که در کابل هستن یا در مثلا جمهوریت خواها یا کسانی که در کابل هستن بالاخره در عملیات نظامی سهم ندارن، با یا یک نوع سلسله نشست ها میشد که اینها یک نوع نشان میدن، یک همجهتی رو نشان میدن، سا خوبتر میشد، نه ضرورت به پاکستان بود نه ضرورت به امریکا بود. ولی چیزی مسئله دیگه که آقای عباسین، آمریکایی ها به هدف خود رسیدن. کسانی که میگن که آمریکا شکست خود رو فرار کرد، من باشم بزن موافق نیستم، به خاطر اینکه آمریکا چیزی که میخواست کرد و قبل از اینکه بایدن روی کار بیاد ما پیشگیری میکنیم. زمانی که بایدن بیاد در ما دیدیم که با وجود که در آمریکا روان کار هم متصدر با وجود که رئیس جمهور تغییر میکنه، خوش میکنن که مون تمام کازه و کاسه و کوسه سابقه سر رئیس جمهور قبلی بشکنن و خواستن صفحه نه باز کنن و همچین شد. بنابراین آمریکایی ها به هدف خود رسیده باشن، هدف رسیده و کار کردن از افغانستان ببرن کاری ندارن، ولی در منطقه میمونن. احوایی که ما دیدید از سخنگوی پنتاگون شد در منطقه میمونن و میخواین هر زمانی در تعاملات منطقه سهم داشته. از طرف دیگه طالبان به بشتک به نظامی پافشار متاسفانه طالبان کنم پر حبسا معقوله غیر از مسئله نظامی ندارن که گویا خب که اونها پافشاری سر یک مسئله دارن که گویا بیاییم در بعد. ولی از این طرف هم حکومت مسئله که همه کارا باید بس یک نوع کارای خانگی یا مسئله بسیار ساده پیشید حل کنن. زمان طالبان به کابل میان به کدام سهم بیاییم، به کدام قدرت، این یک سوال بسیار عمده است که وجود داره. از تمام تلاش های رئیس جمهور در پاکستان ارد به این باید واضح شده که یک سهم بره نشان بتونه به کدام سهم مخالفینش میایند در کابل و کدام قدرت میداشته باشه. ما بازم شما اشاره کردیم به تجربه تاریخی زمان دکتر نجیب الله میهن دکتر نجیب الله پاکشاییش که بیاید با حکومت یک جای شهید. سوال بود خب زمانی که با حکومت شما یک جایی میشن چی نوع قدرت می داشته باشند؟ شما وزارت های داخله و دفاع و زمان امنیت ملی و او رو به دست می گیرین، ولی وزارت های مثلا وزارت هایی که از رای نظامی اهمیت کمتر در وزارت معارف و تحصیلات یا وزارت های ماجین به مخالفین رو می که نشد سنگیری داشته. سپاس. بنابراین ضرور است که در این قسمت اگر تلاش می کنه یک چوکات واضح اول و داخل قوتایی که در داخل وجود داره با یک نوع کنار به هر طریقی میشه، هر قربانی که میشه با کنار به یک نوع چوکات تعیین کنه، اون چوکات بتونه قابل قبول به مخالفین باشه و یک نوع فشار جهانی برای طالبان وارد شده که بالاخره تن به مذاکره بدن. سپاس آقای علمی. جناب وزین صاحب، بعد از یک وقفه میخوایم در مورد صحبتهای اخیر آقای علمی متمرکز شده به موردی که حالا کدام چارچوب و فارمت میتونه به پروسه صلح افغانستان کمک بکنه؟ آیا میز مذاکره دوحه یا همون نشست به تعویق افتاده استانبول یا هم یک رای دیگر سیومی وجود داره؟ پس ای همه ممالکی که دم از
حمایت از پروسه صلح افغانستان میزدن، آیا فکر نمیکنین که امروز تنها تماشا میکنن؟ کدام فرمت درست است و کشورهای همسایه در این قسمت چی نقش را ایفا میکنن؟ میخوایم در این مورد مکسی داشته باشیم و نظرات شما را بگیریم. حالا وقفه کوتاه. بیام تاسو ته ښه راغلاست وایم. وزین صاحب، لکه هر ډول چې پوښتنه مطرح شوه، د استنبول فارمټ او د دوهې فارمټ، دوهه کې دواړه لوري یو بل ته ناست دي، ایران ایران ګوري، او داسې رپورټونه هم شته چې دې ورځو کې هېڅ یو بل سره ګوري نه. طالبان وایي چې روژه ده، موږ خپل عبادتونه کوو، طاعتونه کوو، نو سوله وروسته په ارامۍ وکړو، او دا چې هلته هر څوک وژل کېږي نو د طالبانو یې پی څه. او اخوا ته د افغانستان حکومت هم تاسو ګورئ، جمهوري پلاوی چې هلته موجود دی دوحه کې، هغوی هم خاص څه نه وایي چې کینې وایي چې موږ خو سوله غواړو، موږ دلته دا شیان جوړ کړي دي، او دې ته ورته نور الف با کاروي. د استنبول ناسه خو وځنډېد، اوس چې څه وخت کېږي نو طالبانو ته منتظر دي ټول لوري. طالبان هغه دی په یوویشتو ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي. دغسې یو وضعیت کې هغه ملي اجماع چې یادوله، فکر نه کوئ چې دا د سیمې هېوادونه ډېر آرام ناست دي لکه سیلبین او دغه ټوله لوبه ګوري. نه یوازې سیلبین، بلکې احتمالا پټې لوبې هم تر شا موجودې وي چې څوک یو لوری، څوک د بل لوري شا ټپوي. ګوره، زه خو دا ګمان کوم چې اوس هم د افغانستان حکومت، هم د طالبانو حرکت، د هغوی سیاسي زعامت او قیادت یو ستر تاریخي امتحان او ازموینې سره دوی مخامخ دي. طالبان ته د یو خاکه حکومت ډاکټر سیدات صاحب اشرف غنی لهجه، مفردات، الفاظ، کلمات او موقف کې بدلون راغلی دی، او دغه آخري مقاله چې د لیکلې و نور خبرې چې کوي دا د یو تغییر قدوم کې، د تغییر ښیي چې دوی تغییرات راغلي اقلا په دیدګاه کې، په موقف کې. هغه خواته اوس طالبانو قیادت ته پکار ده چې د خپل تاریخي مسؤلیت ته په کتو سره یو هغوی هم انعطاف وښیي. یعنی هغوی ته پکار ده چې طالبان اوس واضح خبره وکړي د افغانستان آینده دپاره، د سولې دپاره دوی واضح خبره وکړي. مثلا څنګه واضح خبره وکړي؟ څه ووایي؟ دوی یو طرحه باید ولري. دا طرحه باید په دې کې واضح طرحه وي، او د دې طرحې سره دوی مذاکراتو میز ته حاضر شي. نو اوس فارمټ اوس دا مهم نه ده چې موږ د حق مذاکرات کوو که استنبول کې کوو که بل چېرته کوو. مهم دا ده چې اوس دواړه اړخونه خپل سیاسي اراده، اخلاص، صداقت او عزم و اراده وخی چې مونږ یقینا سوله خواته ځو، سوله غواړو په افغانستان کې، او د سوله لپاره صرف په الفاظو په کلماتو کې نه. یاره فکر کوئ طالبان کومه طرحه لري د سوله لپاره چې تاسو وایئ چې روښانه یې کړي؟ یعنی اوس پورې خو متاسفانه د هغوی د طالبانو روښانه د سولې په هکله داسې یو واضح مشخص طرحه خو نه دی برسېره شوی چې هغه په همدې خلکو سره شریک شوی، یا حداقل د هغوی عمومي د غټ خطوط پکې واضح شوی. متاسفانه دا اوس پورې نه دی ترلاسه شوی. اوس هغوی ته دا پکار ده چې که یو خانه حکومت دې خانه اوس بدلون ښیي، خپل موقف یې تنازل ښیي، یعنی تاپذیري ښیي، خو هغوی ته هم پکار ده، طالبانو ته هم پکار ده چې د دوی تنازل ته په کتو سره هغوی هم انعطافپذیري وښیي، طرحه ولري، ابتکار ولري، یعنی یو واضح خبره وکړي. اوس طالبان هغه ډول چې تاسې د سولې یادونه کوي، د طالبانو غوښتنې څه دي؟ او دا نور مسئله صحیح ده، دا به هم بحث کېدلی شي او شوي هم دي، خو د سیمې د هېوادونو په هکله پوښتنه ده. موږ په افغانستان کې ډېر وخت نه یو زمزمه اورو. علمي صاحب هم ځینو څنډو ته اشاره درلوده، نیابتي جنګ. دغه پراکسی خو توان دغه هېوادونه کوي چې په سیمه کې موجود دي، ټول ته نمونه معلوم دي. دوی فکر نه کوي چې اوس یوازې ناست دي، او لکه یو رنګ کې چې د دوو لورو ترمنځ د یوه اړخ نه جنګ روان وي، او دوی یوازې لاس تر زنې ورته ناست وي او خوند ترې اخلي له دغه مسابقې، او احتمالا ځینې لوري په پټه ځینو لورو ته دا اشارې هم ورکوي چې زه خو درسره یم، وهای په دا خوله خوله. ګوره، متاسفانه افغانستان کې قدرت د افغانستان کې خارجي بهرنۍ مداخلې دلته شتون لري. امریکا دلته د قوا د اشغالګر په توګه دلته افغانستان ته راغلی و، په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې امریکا دلته حضور لري، د سیمې هېوادونه حضور لري، استخباراتي ایجنسیګانې دي، سازمانونه دي، دلته کار کوي. ښه، اوس دا کې خو شک نشته د اړخ چې هغوی ځینې هېوادونه د خپل ګټه په دې کې ویني چې افغانستان کې تر قیامت پورې جنګي، افغانستان وځپل شي، اوس افغانستان قطعا د آرامۍ ساه وانخلي. د دوی خو دوی خپل ګټه متاسفانه په دې کې ګوري، د یو نارام افغانستان په صورت کې. خو موږ ته اوس دا پکار ده، اصلي اوس پر او مسؤلیت
مونږ تراجی کیږي افغانان تراجی کیږي اوس مونږ ته دا پغات جدیدی په ځای چې خارجیان ملامتو چې هغه همسایګان ګوډیان دسی کی خارجیان دسی کی هغه دا غوړي مونږ ته دا پغات چې سر خپل ګریوان ته کو وګورو چې مونږ څه کوو اوس خو حقیقتا فدغه خارجیان ظاهرا ټول دا وایي چې مونږ افغانستان کې سوله غواړو امریکا افغانستان نه وځي وایي سوله غواړم ګاونډي هیوادونه وایي مونږ سوله ملاتړ هغه حمایت کوو نور هیوادونه همدغسې اوس مونږ ته دا پکار ده چې ښه ټول دنیا اوس ظاهرا د سولې چیغه وایي او مونږ د سولې حمایت کوو متاسفانه یوازینی چې خلک چې اوس د سولې دپاره ګړندي ګامونه نه اخلي متاسفانه واضح دریځ نه نیسي هغه مونږ افغانان یو حکومت دی او طالبانو حرکت دی نو چې هغه په نشتون کې اوس متاسفانه جنګ شدت موندلې دي اوس مونږ ته دا پکار ده جناب عباسین صاحب چې اوس پرته دې چې خارجیان څه کوي هغوی صبرنامې لري په افغانستان کې مونږ ته دا پکار ده چې د خپل هېواد وژغورو ځکه جنګ زمونږ په هېواد کې دی تلفات مونږ ورکوو کور زمونږ ویجاړېږي مستقبل زمونږ بربادېږي اوس مونږ ته دا پکار ده افغانانو ته پکار ده طالبانو ته پکار ده حکومت ته پکار ده چې د دې حالاتو د نزاکت ته په کتلو سره او د دې فرصتونو ته چې لاس ازي هر ورځ مونږ ولسمشر غني وایي چې توپ د طالبانو میدان کې دی لکه چې په وروستۍ مقاله کې چې په فورین افیرس کې خبره کړه دغه مسله یاده کړه ګوره هم توپ طالبان هم تاریخي مسؤلیت لري اوس یو نیمایي مسؤلیت طالبان تراجی کېږي هم حکومت دلته مسؤلیت لري چې دی نیمایي به مسؤلیت حکومت تراجی کېږي اوس دو دواړه اړخونه ته پکار ده د دې په وجه دا بلیم گیم پکار نه چې هغه هغه ملامتې دار دا ملامتې مونږ ته دا پکار ده چې دوی بالکل یو زغر ده واضح موقف او دریس سره او واضح طرح سره مذاکراتو میز ته دوی لاړ شي او دا ناوړه جګړه چې په افغانستان سالمیت او بقا دپاره غټ ګواښ دی دا جنګ پای ته ورسیږي او د افغانستان خلک د آرامۍ او سا باید واخلي ډېره مننه آقای علمی یک مورد دیگه هم د این روزا در بعضی از مجالس شنیده میشه که گویا پاکستان داره با هماهنگی با ایالات متحده امریکا طالبان را میفروشند و معامله میکنه روی طالبان و طالبان را به یک حالت میاره که بالاخره به یک طرف ناکام معرفی بکنه و همه پیشرفت هایی که خب از لحاظ سیاسی و نظامی طالبان داشتن به داو بزنه و این معامله گویا طوری است که باید طالبان هم در جنگ بیفتن و پروسه صلح افغانستان هم نتیجه نده دولت افغانستان هم به یک حالت ضعیف بمانه که باعث یک درگیری داخلی باشه از سوی هم داعش هنوز در افغانستان است 22 گروه دیگر که دولت نامش میبره هنوز در افغانستان است و بدون شک که هنوز هم میان ایالات متحده آمریکا چین و روسیه و همچنان ایران و سایر کشورها بسیار جنجال های زیاده پابرجاست فکر نمی کنین که پاکستان واقعا داره با طالبان اگر طوری که طالبان تایید میکنه که در حد مشوره با پاکستان هستن با طرف های پاکستانی ولی اوامر کلی نمیپذیره ولی به هر حالت این که اینا مشوره میگن آیا پاکستان با طالبان یک چیز و در عمل در یک مدت وسطی یک معامله دیگر انجام خواهد داد؟ اگر به روند تلاش های پاکستان در 6 ماه اخیر ما نظر بندازیم مثلا میبینیم که مغلقتر و پیچیده‌تر میشه تمایل پاکستان بیشتر به روسیه و چین و تمایل ایالات متحده آمریکا به هند و یک نوع ناامیدی پاکستان از ایالات متحده آمریکا یا موضوع مغلقتر میسازن پاکستانی همیشه تلاش داشتن و اگه یک تمام کشور تقریبا این کار میکنن تا از حالات که از جنایت که در کشور همسایش برای خود استفاده کنند پاکستان چی در زمان جهادی کار میکرد در زمان حکومت استاد شهید کار میکرد و در زمان طالبان رو فعلا کار میکنند که بتانه نشان بده که ابتکاری عمل به دست پاکستانی ها است ما مثلا روند پاکستان کار در پاکستان روابط پاکستان با جهان و با خوزن با کشورهای منطقه‌ای هندی طرف و او طرف عربستان سعودی ترکیه و بارتا کشورهای فرامنطقه چین و روسیه یک نوع پیچیدگی دیگه در حوزه افغانستان و حوزه منطقه با وجود آورده این که پاکستانی ها از این بازی موفق بدر میشن یعنی سوال جداست چرا دیده میشه که تمایل امریکا با پاکستان و با عربستان کمتر شده
از افغانستان سعودی شروع کرده و پاکستان بیدم شده تمایل پاکستان با روسیه بیشتر شده. بنابراین در این قسمت طبعا یکان آسانترین کار به پاکستانی است که معامله بر سر طالبان است. متاسفانه طالبان اینه باید درک کنند و قبلا هم چنین کار را صورت گرفته. پاکستان سایر کشورها هم چنین عمل کرده داشتن. از کشور دورتر بریم در ترکیه و ایران و عراق و سوریه سر مسئله کردها ما دیدیم که چین و بازیهایی را انجام دادن. پس احتمال ازی وجود داره آقای علمی اگر مختصر بگوین که پاکستان داره با طالبان نیز امروز بازی میکنه برای یک میان مدت طالبان رو خواهد فروخت و یک معامله که طالبان اعتماد بیش از حد بالای پاکستان بکنه من حیث این که گویا متحد است و پاکستان هم که تنها منافع خودش را همیشه وقت دنبال کرده معامله کنه روی طالبان و یک تشکیل و یک وضعیت دیگر در راه باشه. کلانترین اشتباه جناهای داخلی یک کشوری است که سر کشوری بیگانه اعتماد نکنه. یک کلانترین اشتباه است اگر طالبان این کار بکنه. من یک مقاله قبلا نشه کردم مثل ما قبل که در پاکستان گروهسازی یا ایجاد تشکیلات کار مشکلی نیست. شاید امین حاله چندین گروه دیگر یا تشکیلات آماده باشه، افراد آماده باشه، نام آماده باشه که به مجرد از بین رفتن این طالبان یا خودش واگذار کنه یا طالبان رو بشه و گروه دیگر به نام دیگه به انرژی بیشتر یا به ترتیبات بهتر و مدیریت خوبتر رو وارد عرصه کنه. و همین که مقامات امنیتی مقتدر شما هم ذکر کردید این گفتن 21 یا 22 گروه دیگه هستن، این آدم نباید ساده بگیره، چون گروه های هستن که به ظرف به مدت بسیار کم به سرمایه بسیار کم بتن به قدرت بسیار عظیم بنشن، خصوصا که ما شما بار فقر در افغانستان، بیکاری در افغانستان میگیریم و سربازگیری در افغانستان گفتن شد روندش میبینیم. این بسیار بکشان آسان است. ایج شما دور از بعید نیست که هر شما پاکستان بتانند فردا با طالبا اول به کام طالبا به یک از گروه طالبا معامله کنه، از بدنه گروه طالبا یک گروه دیگر بکشه به یک نام دیگر وارد سنی عمل بسازه. این کار هم تجربه دارند پاکستانی ها، هم انجام دارند پاکستانی ها، نه تنها پاکستان بلکه در کشورهای دیگه هم چون تجربه دارن و متاسفانه قربانی همه مثلا ما افغان ها میشیم. بنابراین این کارتین اشتباس نه تنها بر طالب، هر گروه دیگه که فکر میکنه که این کشور دوست دائمی مثل یک اشتباس در سیاست و در جنگ در اقتصاد بالاخره در حکومت دانی دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نمی داشته باشه. کشورها به اساس منافع خود عمل میکنن، به اساس منافع خود پیش میرن، به اساس منافع خود کیل عوض میکنن. آقای وزین، هر دول چه اوس وضعیت تا گورو آپاور تالت که سولا یا پروسه ده مثلا ده سول لپاره تاسی باید آم افکار و بنده کار و که آم افکار چه پا افغانستان که آمده دی وی سڑک نگوارم، کار نگوارم، دوده نگوارم وش نیمو ما ده ننانی افغان ده عادی افغان تا قضا ده ده طول لورونه د افکار ما موجودیت دوی سول سره هیڅ وخت مخالفت نه کوي او ظاهرا داسې ویل کیږي چې افغانان وایي چې هر څه ویشئ سره چوکۍ وویشئ، مثلا د ملي او عالي حکومت مو رامنځته که اجرایه ریاست ورپسې مصالحې عالي شورا او نور نو چا تاسو ته څه وویلې؟ خلک خو په دې حالت کې دي، په ورته حالت کې سیاسي عذاب دی چې دوی خپل سهم غواړي، جغرافیه غواړي او نور غواړي. اخواته د سولې لپاره د دې ټولو یو ځای کول، د ټولو آرامول، د ټولو لپاره د یو انسجام زمینه په دې برخه کې هماهنګي رامنځته کول او بالاخره دا شولې او لمبې چې د اور دي د دې خاموشه کول لپاره باید کار شوی. فکر کوئ چې دا د دولت وظیفه نه وه؟ آیا ولسمشر او ورسره یې نور دف او درم او دار او دسته یې کله هم په دې فکر کوي چې یو انسجام رامنځته کړي، آرامه کړي فضا، د سول لپاره یې اماده کړي او که یوازې د دې لپاره تاکتیکي او فلبدیها او موقتي حرکتونه کوي چې امریکا به څه کوي، موږ سره به فلانی هیواد مرسته وکړي، دغومره وخته پورې به موږ نظامي مقاومت وکړی شو ورته نور مثل ګوره. متاسفانه د افغانستان حکومت لکه نور سیاسي جهتونو ټول په دې کې ښکېل او دخیل دی، ډېر فرصتونه چې د سولې دپاره افغانستان کې و دوی د لاسه ورکړي متاسفانه، اوس هم متاسفانه فرصتونه لاسه ځي.
حکومت ته خدا په کار و چې د یو مرجع په توګه مخکې د مخکې نه تقریبا د دسو کاله را په دې خوا دوی دې هڅه کړې وه د سولې لپاره یو مدونه طرحه جوړ کړې وه. سیاسي جهتونه د سولې افغانستان د سولې او جنګ کې ښکېل ډلو سره راټنجه کړې وه، د هغه مواقف توحید کړې وه او یو واحد دریځ ته د رسېدو دپاره داسې یو میکانیزم رامنځته کړی و چې اوس د کرښې دېخوا جهات حکومت او نور احزاب چې دې خواته دي هغوی د یو واحد دریځ موقف درلوده او د طالبانو سره مذاکرات کې د دغه دریځ سره سم دوی داخل شوي. متاسفانه حکومت په دې کې پاتې راغی، حکومت دې ونه توانېدی او ونه غوښته چې دا کار وکړي. اوس هم حکومت که دې ته قانع شوي او دې ته اړ شوي او د دې ضرورت دا ضرورت ویني چې دا کار ته اوس هم اقدام وکړي، دا اوس هم ښه وخت ده، اوس هم څه فرصتونه شته. حکومت اوس هم پکار ده چې دې په دې جهت کې په دې خط کې دې کار وکړي، تلاش وکړي، د سیاسي جهتونو سره راټول کړي، نږدې کړي او د سولې نه د سیاسي امتیاز د اخیستلو ورکولو په توګه استفاده ونه کړي، بلکې سوله د یو ملي او د افغانستان یو ډېر اړین او مهم او ضروري ضرورت په توګه سوله ته وګوري او دغه د دې خواته اقدامات وکړي. ځکه چې په سوله کې که دا حالت همداسې پاتې شي او موږ جنګ خواته لاړ شو او جنګ شدت ومومي، په دې کې افغانستان د افغانستان بقا، د افغانستان سالمیت، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان ملي حاکمیت، د افغانستان ملي ګټې، یعنی دا ټول په خطر کې دي، په ګواښ کې دي. اوس حکومت ته دا پکار ده چې اوس دا کار وکړي. خیر ده که مخکې دا یعنې دا حکومت نه غوښته یا ونته ونته اوس هغه ډول علمي صاحب اشاره درلوده چې هیڅ څوک سوله نه غواړي. یعنی که مسله په همدې ځای باندې متمرکزه کړو، د سولې لپاره اراده نه وي. د ولسمشر غني اقدامات ته به لنډه اشاره وکړو ستاسو په اجازه. د مذاکراتو ملاتړ وکړ د امریکا او طالبانو ترمنځ چې پیل شوی، ورپسې توافق په وړاندې نظریات دا و چې زلمی خلیزاد راځي موږ سره مشورې کوي. په منځ کې به یوه داسې څرګندونه وکړه چې په دې مذاکراتو بې باوره ښکارېدل، بیا به چې واشنګټن نه فشار راغی، دوی چې نه مذاکرات ډېر ښه دي، موږ ملاتړ کوو. بالاخره توافق وشو. توافق په ورځ باندې ګډه اعلامیه کابل کې ولسمشر غني د یان ستالتنبرګ په موجودیت کې د امریکا د وخت د دفاع وزیر سره وکړه. په دغسې یو حالت کې بیا تاسو ولیدل په دې منځ کې د انتخاباتو جنجال راپورته شو، ولسمشر غني بالاخره انتخابات وکړه، واک ته ورسېد او دوه ولسمشرانو چې د لوړې مراسم یې ترسره کول چې بیا واک 50-50 وویشل شو. ورپسې کله چې توافق وشو نو د بندیانو د ازادۍ مسله وه، شپږ میاشتې ټال ځنډ وکړ. بیا ولسمشر غني په دا منځ کې نور مسایل یادول چې موږ خو آماده یو، اوس دا دی نوه طرحه وړاندې کړې، وایي چې موږ د یوې موقتې ادارې ملاتړ کوو، زه آماده یم استعفا وکړم، خو په دې شرط چې انتخابات وشي، په دې شرط چې زما ځایناستی د سولې لپاره مشخصه تګلاره ولري او د سولې د ادارې تر نامه لاندې په افغانستان کې یو څه پیل شي. بله ورځې بیا بېرته د ارګ نه ستراتیژیکو چارو مسؤولین پورته کېږي، وایي نه دا سوی تفاهم شوی، حال دا چې په انګلیسي متن کې خو همدا معنا لري. فکر نه کوي چې ولسمشر له مسایلو سره موقتي فی البدیهه او د اقتضاعاتو او د ځینو ملحوظاتو له مخې یوازې لوبیږي که نه لوبیږي، دا دومره ډېر تناقضات یوازې یو پروسه کې ولې رامنځته شول؟ همدغه دپاره دا مشکل ده، که همدغه نقد حکومت باندې وارد ده چې حکومت د سولې دپاره یو واضح دریځ او ستراتیژي او موخه او هدف نه لري. حکومت همدې دپاره خو دا تناقضات رامنځته کېږي، همدې دپاره خو د حکومت اراده د سولې په هکله سوال راندې راځي او خلک بېبندې بې باوره کېږي. اوسه پرم چې ولسمشره حکومت ترکس بشر غني د سولې په هکله څه خبره کوي، خلک هغه باندې باور نه لري، خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو بیا هم اوس په دې وروستیو وختونو کې داسې ښه مثبتې نښانې لیدل کېږي. اوس که یو خاندان نښې او نښانې کابل له خوا نه دا اشارې مخابره کېږي اخوا ته، خو د طالبانو حرکت هم دا پکار ده چې هغوی هم خپل د دې دریځ په مقابل کې خپل غبرګون مثبت غبرګون وښيي او عکس العمل وښيي او طرحه سره ډېره زیاته منه. علمي صاحب یک دقیقه فرصت داریم در مورد طالبان که سهمشان نمانه. آیا طالبان واقعا صلح میخواه و فقط متمرکز بر این است که قوای خارجی بیرون شوه؟ زمانی که ما صحبت میکردیم میگه این تصور کلان است برای ما و اگر خارجی ها میره ما با افغان ها بسیار زود میتونیم به یک رای حل برسیم. حالا میبینید شما هیچ رای حل نیست، نه تنها رای حل نیست، مسائل پیچیده تر و جنجالی تر شده
گای میگره جمهور غنی استعفا بده، گای میگه که باقی مانده زندانی های ما را رها بکنین، گای تقاضاهای دیگر دارن و در نهایت تحت عنوان دولت اسلامی جدید همه مسائل را مطرح میکنن. طوری که آقای وزین اشاره داشتن، حالا طرحشان چی است با ما نرسیده متاسفانه و بدون شک شما هم نداریم. اگر کوتاه نتیجه بگیریم، طالبان چگونه برخورد میکنه به این هم مسائل؟ طالبان طرح مشخصی نداشتن. این طرح مشخص خب یعنی کلیات است، جزئیات. خب به حکومت میخوای چه قسم حکومت میخوای، سهم سایر اعضاب چه قسم میباشه، در چه حد میباشه، سایر اقوام چطور میباشه، مسئله قانون اساسی چی میشه، مسئله دستاوردها چی میشه، حکومت این واضح طالبان را یک مسئله. دو مسئله که باز در این مسئله دو مسئله دیگه است، اول خواسته های داخلی طالبان، دوم خواسته های بیرونی، یعنی که از بیرون باشه تحمیل میشه. همین که ما میگیم طالبان روابط بسیار تنگاتنگ با کشورهای خارجی دارن، خواسته های از اون زمان که مطرح میکنن باز خواسته های خودشان تحت شعاع قرار میگیره و نمیتونن بوده یک نوع با هم حل. دو مسئله، مسئله ایست که در بین حلقات طالبان هم دستگی و سینستگی و چندین دستگی هایی وجود دارد که فراموش نکنه. حالا آیا فکر میکنین آقای علمی خیلی کوتاه، طالبان آیا در مورد جنگ گاهی با یکی دیگه متضاد بودن؟ اگر در پروسه صلح بود توافق شد، همه استقبال کردن، اگر آتش بس شد با ایالات متحده آمریکا بالاخره شد، اگر کاهش خشونت بود برای 7 روز قبل از امضای توافقنامه دوحه شد، اگر هر موردی که است، اگر عدم اعلام عملیات بهاری طالبان بود، خب ظاهرا نکردن اعلان. فکر میکنین که در مورد صلح چیزایی که طالبان میگن و از چیزایی که طالبان میکنن با هم تطابق داره، از یک مرجعی که واقعا صلح در افغانستان میخواد و قوای خارجی بیرون شوه، این چنین یک تحریکی بوده میتونه، یا میخواد به اقتدار برسه و با زعم بسیاری ها حکومتی که از دست داده دوباره به دست بیاره؟ خب طبعا زمانی که جنبش شروع کردن بعد از سال 2004 یا 2005 دوباره میخواستم نقطه که داشته به دست بیاره از این نظام نفت سی با وجود آمدنش هم این بوده که بخواد دوباره قدرت به دست بیاید. ولی در مسئله نظامی زمانی که حالات نظامی می باشه هدف ها کمک مشخص می باشه، یعنی هدف بسیار پراگنده نمی باشه، خب پوسته دولت هست می خواهیم بزننش یک گروپ. یه زمانی که در زمان مجاهدین بود و زمانی که ولی بیاید داخل عمل سیاسی بشن، حکومت داری بشن، این جز با دسته های فراوان ایجاد بشن. و شک دارم که همین حتی شک دارم که همین دوستانی که در دوحه نشستن از طرف طالبان این پار به بسته حاکمیت کامل بالای افراد ردی اول خود در جبهه جنگ جاندار داشتن، و شک دارم که اینا بسیار رابطه تنگ با هم دیگر داشته باشن، به خاطر که اونها در دوحه نشستن و اما گزارشات که میرسه که شاید اونها نوع تجدید شده باشن. بنابراین اگر اونها تجدید شده باشن، نمایندگان واقعی نباشه، بنابراین ضرور است که به حکومت افغانستان، به جامعه جهانی که راه دیگری را با مذاکره با یا باز کرد. سپاسگزارم آقای علمی. تشکر از شما، از آقای وزین که در این بحث با ما اشتراک کردین. لیدون که لطاسه هم پا مننه در سولی در پروگرام پایت رسو، د سولې پر وړاندې خنډ جوړوونکي او په اوسني فرصت کې افغانستان یو نوی بحران ته ټېل وهونکي، د جګړې نغاره غږوونکي، او ټول باید یو ځل بیا له سره آیا فکر ونه کړي چې څه کوو. تر بیا.